رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب حاجی حسینی، سپاس از اینکه همراهمون هستین. آقای حاجی حسینی، اعتراضات چیزی نمونده که به دومین ماه برسه. حکومت هم از تمام ابزار سرکوب خودش، کشتن به ضرب گلوله جنگی با باتوم استفاده کرده، کماکان تداوم داره و داره گسترده تر میشه. چرا؟ به نظر میاد که دیگه سازشکاری قرار نیست اتفاق بیفته. مبنای عمل این است که با توجه به گذاری که اتفاق افتاده از تجربه های مثل اصلاحات، از رأی دادن به حسن روحانی، دیگه به نقطه‌ای رسیدند شهروندان، افکار عمومی و دانشجویان که حاضر نیستند سازش بکنند و مطالبه هم به اصل و اساس خودش رسیده، یعنی خواست تام و تمام آزادی. تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده، این گسست فرهنگی که ایجاد شده است میان دولت و نهاد رسمی، ایدئولوژی حاکم و زندگی و سبک زندگی که شهروندان در طول این سالها در پیش گرفتن، همه اینها باعث شده که این نقطه در واقع ایجاد بشه، شکل بگیره که دیگه بازگشتی عملا در کار نیست. زور سرنیزه جواب نمیده، سرکوب جواب نمیده. ما میدونیم که یک اقلیت صاحب سلاح با همراهی دولت با تفنگ، که اصطلاحی است که برای سپاه به کار برده میشه، تلاش میکنه که این اقلیت رو به جای اکثریت جا بزنه. مجموعه اعتراضات نشون میده که کسانی که خواهان حفظ وضع موجودند در اقلیتند، اینها نیستند که صاحب اکثریت باشند. منتها چون که عرض کردم، رسانه های حکومتی، پروپاگاندای حاکم تلاش میکنه که اینها رو به عنوان اکثریت جا بزنه. امروز مردم فهمیدند که وزنشون، جایگاهشون کجاست، چیست، و به همین خاطر هم ایستادگی میکنند برای اون مطالبه اساسی که دارند که سرنگونی جمهوری اسلامی. این روزها مقام های جمهوری اسلامی نمیتونن در اماکن عمومی، دانشگاه ها حضور پیدا بکنن و یا سخنرانی کنن. این نشانه چیه؟ به هر حال یک ناامنی ایجاد شده است. یعنی اون خط‌کشی هایی که وجود داشته، اینکه روزی احتمالاً می توانستند مجموعه از نیروهای طرفدار خودشون رو جذب و جلب بکنند، هم به نظر میاد که درش تردید ایجاد شده، مسئله ایجاد شده، و اون آزادی رو که داشتند برای اینکه در فضاهای اینچنینی صحبت بکنند، اون روایت یک طرفه و یک سویه خودشون رو مطرح بکنند، دورانش گذشته، خورده روایت هایی که مطرح میشه، روایت های متقابلی که ارائه میشه از توی افکار عمومی، اینها رو به چالش میکشه. اون تریبون های یک طرفه به نظر میاد که دورانش گذشته، اینکه فقط بنشینند مباحث و مسائل رو از زاویه دید خودشون مطرح بکنند و هیچ اعتراضی هم به گفته هاشون نشه، به نظر میاد که دورش گذشته و به همین خاطر هم ترجیح میدن که وارد چنین فضاهایی نشن. آقای حاجی حسینی، خیلی کوتاه بفرمایید، در این حال مراسم 40 و خاکسپاری معترضان در واقع شده یک حلقه زنجیر برای اعتراضات، این چه آینده‌ای رو برای جمهوری اسلامی باید براش متصور شد با این شرایط؟ کوتاه بفرمایید. این تجربه است که به هر حال انقلاب سال 57 هم بر اساس اون شکل گرفت. این زنجیره شکل گرفته، پیوست در واقع این پیوستار ایجاد شده و به همین خاطر هم ما می‌بینیم با وجود تلاش نیروهای امنیتی، این برنامه‌ها، این مراسم دوباره برگزار میشه. در هر نوبت باز متأسفانه البته ما شاهد هستیم که ممکن است کسانی جان خودشون را از دست بدن و این باعث میشه که باز این خشم عمومی افزایش پیدا بکنه. این تنازع در میان نیروهایی که الان ایجاد شده، عملا از سوی حاکمیت شرایطی در موردش ایجاد میشه که این به این خشم عمومی دامن میزنه و به همین واسطه هم این با پیشبینی من این است که این روند همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.